چطور بود رقابت؟ الحمدلله خدا رو شکر خوب بود. آقا این آرزوی رقابت جهانی رو به واقعیت تبدیل کردید تو ایران. ان شاءالله بتونیم بزرگسالان جهانم برگزار کنیم. ما شنیدم آقا رایزنی شده تو بعضی استانا، الیت پرو هم میخوان حتی رقابت آیفی. نه الیت پرو نه، مسابقات مستر یونیورس رو 29 بهمن و 2 اسفند ما قراره توی کرمانشاه برگزار کنیم. اما مستر یونیورس در کنارش رشته قوی ترین مردان و فیتنس چالش مشخصی هم برگزار می‌کنه. کرمانشاه یه رئیس ورزشی از جنس این ورزش گذاشته، می‌بینیم هی داره میزبانی‌های مختلف خیلی پیشرفت کرده. تو استان‌های دیگه هم رویه رو ادامه می‌دیم؟ حتما همینجوره. آقای آدمی هم از سرمایه‌های ملی ما، هم از قهرمانای با اخلاق ماست، همین که استاندار اونجا آقای سردار امیر مقدم عضو هیئت رئیسه فدراسیونه و خیلی به ورزش بدنسازی و پرورش دندان فدراسیون خودم علاقمنده. ما هم به واسطه حضور ایشون که فرصت خیلی خوبی در رأس مدیریت اجرایی استان سعی داریم که مسابقه بین‌المللی مستر یونیورس که تو مسابقات قسمت حرفه‌ای هم برگزار میشه اونجا برگزار کنیم. یه توضیح من بدم، امروز اتفاقی افتاد، آقای مظاهر تابانی رو نذاشتم مسابقه بده. من با آقای رافائل داشتیم نهار می‌خوردیم، اونجا بهش گفتم، ایشون گفت به هیچ عنوان اجازه نمیشه بدیم، قانون قانونه، قانون IFBB بخش الیت پروش از بخش آماتوریش جداست. اگه ورزشکاری تو کارت حرفه‌ای رفته باشه مسابقه بده دیگه نمیتونه تو بخش آماتوری بیاد مسابقه بده. و من گفتم من ازش دعوت کردم که بیاد اینجا مسابقه بده. ایشون هم با کمال اینکه گفت تو هم عضوی از خانواده IFBB هستی، وقتی تو اشتباه کردی یعنی همه ما اشتباه کردیم، و به من گفت که من هم بلیط ایشون رو تهیه میکنم برای آرنولد کلاسیکی قرار تو مادرید برگزار بشه، هم ایشون مهمون شخصی منه، از این هتلش هم میدم، بلیطش هم میگیرم و دعوتنامه‌اش هم دعوتنامه‌ام براش میفرستم که شما کارهای ویزاش انجام بدید و از همین الان یکی از مسافران در واقع آرنولد کلاسیک مادرید باشه. آقا مظاهر رو دیگه از ام پی سی هایجکش کردین دیگه، چرا رفته بود قبلا ام پی سی دبی هم چند وقت پیش رقابت کرد بعد اومد پروژه دیگه کاملا الان آی اف بی شد. ان شاءالله فرقی نداره. من اینو بگم که ما دنبال این نیستیم که بگیم قهرمانی کی ارزش داره کی نداره و نمیخوایم بگیم NPC چیه در برای IFBB، اما ما میگیم که مسیر درست ورزش که در ساختار ورزش هست اینه. NPC مسابقه میذاره ولی مسابقاتش در ساختار ورزش نمیگنجه. به هر حال هر چیزی یه ابزاری داره، یه شاخصی داره، و با آقای رافائل هم که توی کنفرانس خبری بودیم به همین موضوع اشاره کردیم. بسیار عالی.